همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت. حتی الان یه ذره ظهره و این ساعتا دوست ندارم تو این وضعیت باشم، ولی خب باید واقعی بمونم به نیت این پادکست لعنتی که منو کلی داغون کرده و به زودی باید خودمون توی ریهاب چک این کنم. اگه پادکست رو گوش دادین که خب داستانش رو میدونید چیه، اگر نه توصیه میکنم برین از اپیزود 1، میدونم خیلی قبل تر شروع کنید، ولی چون یه سری داشته این پادکست که خیلی جالب بوده و کلن زندگیمو از این رو به اون رو تغییر داده. واقعا اگه دوست دارین کاری منو توی سوشل میدیا دنبال کنید، میتونید با هندل @kingram @kingram توی تویتر، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. اگه دوست داشتین به پروژه پادکست یا موزیک یه دونیشن کوچولی بدین، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید. در ضمن به زودی هم من کم کم سپانسرشپ قبول خواهم کرد تبلیغات برای این پادکست. اوردی خیلی تماس گرفتم و به زودی فکر کنم شروع کنم، چون این پادکست یه جوری داره میشه فول تایم جابم. و همین دیگه، همیشه مگه پیشنهاد یا نظرتم دارین که میتونید برام توی تلگرام مسیج بزنید که لینکش معمولا زیر خود دیسکریپشن اینا میذارم. فقط حواستون باشه که به من دارین تکست میزنید، هستش t.me/IamNotRam IamNotRaam. مهمون امروزم اما هستش، یک خواننده و سانگ رایتر و موزیسین خیلی باحال که با هندل iweirddo توی اینستاگرام و توی تویتر میتونید پیدا کنید. اولین باری که من با اما آشنا شدم، راستش فکر میکنم شکارچی یا لاست فوز، یکی از آهنگ خودم رو کاور کرده بود، برام فرستاد، گفتم واو چقدر خوبه اینو، چه صدایی داره. و بعد رفتم بقیه ویدیوهاش رو دیدم، پشمامونی خودم بود، چقدر خوب، چقدر خواننده خوب زیاد هست، از خود منم بهتر میخونه هاینگا ما. نه بابا. خلاصه اما دمت گرم که امروز اومدی، خیلی حال داد که اومدی و خوش اومدی. من پادکست خفنی داری و خیلی متفاوته، خیلی با من پادکست زیاد گوش میدم و واقعا پادکستات یکی از دلچسب ترین و خفن ترین پادکست هایی که من گوش دادم و این صمیمیت و خودمونی بودنش خیلی به نظرم جذابش کرده و خیلی باحاله. دم خودت گرم واقعا. ایول ایول. آره من چون واقعا تو موزیک ریدم، یعنی من خودم نه خودم موزیسین خوبی میدونم نه خواننده خوبی، یه سلیقه نسبتا جالبی دارم که خب یه سری باش ارتباط برقرار میکنن، وگرنه آره شماها خیلی از من بهتر میخونید. نه اتفاقا، نه بابا، نه واقعا، آخه موزیک مخصوصا الان یه پکیج باید داشته باشه آدم، یعنی فقط نمیشه گفتش که مثلا سلین دیان ویدنی هستن آدم یه خواننده خفن خیلی خفن باشه و دیگه everything's done. نه واقعا الان اصلا وکال و تکنیک و اینا خیلی بعد از تازه یه سری چیزای دیگه میاد و اصلا انقدرم که زیاده و خواننده و موزیسین و واقعا خیلی زیاده، یعنی واسه هر شنونده یه دونه مثلا خواننده موزیسین هست که بخواد بهش گوش بده. واقعا این پکیج خیلی مهمه که خلاق باشی، مخصوصا بتونی تو خیلی خلاقی، خیلی قشنگ شعرایی و موزیکایی که داری اون حس هم خلاقی همون حس رو کاملا میدی به آدینس. به نظرم این از همه چی مهمتره. حالا میخواد خواننده خیلی تکنیکال و خیلی مثلا خواننده تکنیکال خفنی باشه یا خیلی هم تکنیکال نخونه، اینکه اون حس رو منتقل بکنی، یعنی به عنوان موزیسین آرتیست کارتو کردی دیگه به نظر من.
منم یک کاری که تو کارهای تو من دوست دارم اینه که یه صداقتی هستش. من حس میکنم توی سه چون خیلی خیلی خواننده هستن که مثلا میان به قول تو همین صدای خوب دارن و مثلا تو تیک تاک که باز میکنم و اصلا کف میکنم همش اصلا همه یعنی مثلا 10 از 10 یعنی اصلا جوست جوست دارن روی نوت و بهتر سخت‌ترین نوت ها رو دارن میزنن و کلی ویبراتو این و اون و من اصلا کف میکنم نبینمشون. ولی خب توی تجربه خودم توی از لحاظ حالا کلمه موفقیت میگم چیز نسبیه ولی از لحاظ موفق بودم مثلا خب ما یه سری موفقیت های لحظه‌ای داریم که مثلا میره مثلا تو American Idol اینا رو نگاه کن این برنامه ها رو مثلا چقدر از اون خواننده ها میدونی مردم یادشون مونده یا نمیدونم خیلی حتی خیلی موزیسیان خیلی پاپی که الان تو ایران هستش مثلا من همیشه سوالی که میکنم اینه که میدونی ویگن نسل ما کیه گوگوش نسل ما کیه نمیدونم میدونی کی ماندگاره آره کی ماندگاره دقیقاً من نمیتونم تصور کنم اون نمیدونم اسمش چیه اون یارو سیبیلوه که همیشه مثلا موزیکای این مثلا بمونه مثلا توی تاریخ مثلا 40 سال دیگه همه برگردن بگن من برای همین خودم وقتی که دارم مثلا آهنگ سازی میکنم نه که فکر میکنم به لگاسی یا اینکه من باید مثلا تا ابد مثلا صدام به جا بمونه و فلان ولی هدفم بالاخره در اون راستا هستش. دوست دارم یه کار واقعا ماندگاری این درست کنم، یه چیزی که واقعا مهمتر از اون برای من اینه که تو کارم یه صداقتی باشه که وقتی که دارم میخونم هر کلمه یو که دارم میخونم هر نوتی که دارم میزنم واقعا بهش باور دارم و تای وجودم دارم اون نوتو میزنم و میخونم. اینو مثلا توی گروه قبلیم با هایپرنووا تازه آخرش داشت که خیلی خوب میشد داشت کارمون خوب میشد همه چیز خوب به هم خورد و اینا ولی من اون موقع من و بندمیتام احساس کنم خیلی درگیر چیزای دیگه بودیم که من وقتی که شروع کردم فارسی خوندن و اون آلبوم اولم که آواز گورکا بود با تارا که نوشتیم اونو دادم بیرون اون آلبوم مثلا اولین باری که مثلا مردم اون واکنش که نشون دادن به موزیکم یعنی چی بود از ته وجودشون بود یعنی چیزایی که برام مینوشتن اتفاقایی که میافتاد برای اولین بار حس اینو کردم که اوه شیت این دقیقاً اون حسیه که من میخواستم این تاثیر رو دوست داشتم بذارم تاثیر گذاشته باعث شده اون آدم مثلا از یه تایم سختی توی زندگیش عبور بکنه نمیدونم مثلا از این مسیجا حتما گرفتی دیگه مثلا میاد میگه من مثلا با اکسم با دوست دخترم مثلا به هم زدم و الان مثلا موزیک تو مثلا کاملا پرسپکتیو منو تغییر داده نمیدونم مثلا من میخواستم خودکشی کنم فلان weird stuff ولی شاید حتی خیلی موقع چیز حتی کوچیکتر از اون یعنی مثلا موزیک تو رو من تاثیر گذاشته شعر تو رو من تاثیر گذاشته و حتی به من منو انسپایر کرده که من خودم به عنوان یه موزیسین چیزای بهتری بنویسم. این خیلی خیلی خفنه واقعا خیلی ارزشمنده. آره و دوست دارم که مثلا ببینم موزیسین ها و خواننده مثل تو موفق‌تر بشن که اون گپ میگم یه ذره آدم بتونه این دنیای یه ذره حالا خیلی چه میدونم شخصی تر یا یه ذره دیوونه تر توی مینستریم هم بتونه بیاد به جای اینکه این موزیکه که پاپایی که خیلی وقت توی مینستریمون هست یا دقیقاً مثلا من مثلا میگم صفحه اول مثلا رادیو جوان میرم مثلا آهنگ میبرم 50 میلیون مثلا ویو مثلا پشما میریزه میگم ما مثلا اصلا نشیدم کسی هم نمیشناسم کسی شنیده باشه این موزیک حالا شد من توی قش روی جای دنیای دیگه هم کسی اصلا باور کن believe me I'm trying so hard to change little tiny bit of this یعنی قشنگ من واقعا خودم یه مسئولیتی میبینم تو خودم که من باید یه جوری کار بکنم که و سختم هستا یعنی مثلا کاملا اون ایده ها و اون چیزی که خودم میخواد کاملا باید باشه ولی در این حال مثلا از دوستام و مثلا خواننده هایی که تو دوستامن و خیلی خوب معروف ترن و فرانت پیج رادیو جوانان همیشه میشنوم که آقا نه باید بیا یکم مثلا اینجوری که اینا میگن و اینجوری که مثلا همه مردم دوست داشته باشن کار بخونی و بسازی و اینا و من همش با خودم درگیریه رو دارم که کاش بشه یه کاری رو ساخت که واقعا و هستا هست همچین کارهایی واقعا هست حالا الان حضور ذهن ندارم که هم اون آرتیستیک بودنه خاص بودنه ولیوش و ارزش داشتنه رو داشته باشه ولی در این حال همه باش حال کنن و حالا همه که واقعا هیچ موزیکی نیست که همه باش حال کنن ولی تقریبا همه گوش کنن و اون فرانت پیج هم باشه و این تغییر بکنه به نظر من خیلی بهتر میشه ولی واقعا زمان میبره و کار یه نفر نیست و خیلی باید مثلا آرتیست همه
حداقل کسایی که بیشتر صداشون شنیده میشه الان معروف ترن یکم بیان برگردن به سمت خود اصلیشون، چون واقعا من خیلی ها رو میبینم که اول شروع کردن و یه خواننده بودن که کاملا سلیقه‌شون یه سلیقه یونیک و خیلی خوبی بوده، موزیسین خفنی بودن و کم کم فراموش کردن که برای چی شروع کردن یا اصلا مسیرشون رو گم کردن. و من اینو همیشه به خودم خیلی میگم که واقعا یه موقعی یادم نره که قشنگ من چرا موزیکو شروع کردم، چی کار میخوام بکنم، هدفم چیه و نرم به اون سمت. و من مثلا با این آدم ها حتی صحبت کردم چند بار اینجوری هم که مثلا دوست نداری که دوباره، چون دیر نیست هیچ وقت و اون آدم همچنان هم میتونه هم خودش رو تغییر بده هم میتونه موزیک اندستری ایران رو باز بهتر بکنه، ولی نه واقعا خیلی اصلا انگار که چی میگن اهمیتی نمیدن. تو به غیر از خوانندگی خود دیدم که درس هم میدی ظاهرا؟ نه آره من صداسازی و کارت فول تایم موزیک و خوانندگیه یا کار دیگه هم درس چی خوندی؟ مثلا یه ذره از بک‌گراندت بهم میگی، من چون هیچی در مورد تو نمیدونم. اوکی من متولد 2001م، یعنی 19 سالمه. هولی شیت و... دروغ میگی، تو فکر جوان ترینی، من اصلا فکر نمیکردم به قیافت میخورد بزرگتر باشی. آره I was expecting that reaction. آره متولد 2001م. بعد از 8 سالگی 9 سالگی شروع کردم، مامانم همیشه منو پوش کرد و همیشه من هر جا من مثلا منو میبرد مثلا این ور اون ور و اینا، میگفت دختر من آواز میخونه، در صورتی که من اون موقع حتی مثلا بلدم نبودم همینجوری، ولی مثلا میگفت بخون و من دیگه پررو شدم دیگه و میخوندم. و بعدم مثلا از 11 12 سالگی من یه فردی رو باهاش آشنا شدم به اسم برد منینگ، نمیدونم میشناسیش یا نه. برد منینگ توی یه متدی داره به اسم سینگینگ ساکسس و استاد منه و از اون سن من متدش رو پیدا کردم و حالا از یه سری کانکشن ها از طریق یه سری کانکشن ها تو ایران و بعد خودش من تونستم که دوره های کلاس این فرد رو بگذرونم و به نظر من یکی از بهترین اتفاقای زندگی من بود که باعث شد من به اون لول تکنیکال بودن توی صدا که میخواستم برسم. و الانم متد خودش رو من تدریس میکنم زیر نظر خودش با اپرووال خودش و با خودش هم در ارتباطم و همچنان با خودش کلاس دارم. ولی آره من اصلا کلا این آدم که وارد زندگیم شد و تأثیری رو من گذاشت که من الان واقعا میشه گفت خوانندگی که خودم دارم و اصلا کریری که دارم به عنوان موزیسین یه طرفه و بقیهش میشه تدریس که من واقعا دوست دارم درس دادن و یعنی لذت میبرم از این، یعنی فقط برای این نیستش که مثلا صرفا بخوام درس بدم که مثلا پول در بیارم یا یه همچین چیزی، واقعا حال میکنم. و اینکه میبینم چقدر خفنه این متد این آدم یا مثلا کاری که توی تدریس آدم میتونه بکنه، میتونه انتقال بده کلی چیز و بعد تغییر رو میتونی ببینی، خیلی لذت بخشه. آره خلاصه که من معلم افتضاحم، ولی من خیلی محمد سلام ما میشم، من انقدر بد اخلاقم تو درسن، دو تا نوت اشتباه بزنی اونجا سکته میکنم میرم واقعا. هیچ ذره با همین الانش هم تو زندگی من آدمیم که اصلا صبر رو اینا اصلا ندارم، من از یه جا به یه جا همش دارم میپرم صبح تا شب دیگه، اصلا نمیتونم کونام بزنم زمین آروم یه جا بگیرم و بخوام بشینم مثلا یک ساعت هر روز با کسی کلنجار برم که نوت بزنه، قشنگ سکته میکنم، اصلا نمیتونم. نه پس تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ من هر روز 4 ساعت درس میدم، هر روز میگم من به تو زیاد هر روز یکی با گریه از خونه میفرستادم بیرون. وای نه من صبرم زیاد شده دیگه تو این قضیه، یعنی واقعا اولش من این شکلی بودم یا حتی مثلا بعضی روزا مثلا حتی مثلا شاگردام که خیلی هاشون مثلا قدیمی ترن یه موقعی مثلا میان مثلا اینجوری که چرا امروز بد اخلاق یا اعصاب نداری، بعضی روزا مثلا مودم نباشه منم مثلا عصبی و بد اخلاق میشم، ولی بعد مثلا میبینم که اون طرف اصلا حال نمی کنه و بعدم میره بیرون انرژی نداره، خودم باز بدتر حالم گرفته میشه. ولی نه منم کم کم صبور شدم دیگه تو این روال درس دادن. بعد الان مثلا در مورد این آینده ای کریرت مثلا چی میبینی بیشتر تو الان؟ خب بخاطر کووید خب تور اینا که نمیشه کرد، نمیدونم تا تجربه تور هم داشتی و اجرا اینا یا نه، ولی این کلن خودت چی دوست داری؟ یعنی دوست داری به کجا برسی با این کارت؟ یعنی دوست داری یه روز بری به ورلد تور رو بتونی جوری خیلی اجرا کنی؟ Of course. ببین من یه چیزی فارسی میخونی خیلی... انگلیسی هم میخونی یا یکیشو بیشتر ترجیح میدی؟ اینا میذار بگو در مورد. ببین اون چیزی که خودم از خودم بخوام با خودم رو راست باشم میدونم و
به این قضیه باور دارم که انگلیسی خوندنم بهتر از فارسی خوندنمه، چون از اول انگلیسی شروع کردم بخونم و my mom was an English teacher, she taught me how to speak English, she taught me how to sing. قشنگ یعنی مثلا این لهجه نداری اصلا، اینورم زندگی کردی یا نکردی؟ نه چرا عجیب جوانای الان ماشاءالله همه زرنگ، همه انگلیسی بلدن و اینا بدون وای لحجه. اصلا عجیب. تازه تو مثلا به من میگی من مثلا سنم پایینه، من یه سری مثلا شاگردا دارم که مثلا 14 15 سالشونه، اینا اوجوبن، یعنی یه جوری نابغن تقریبا میشه گفت همشون. که آره بابا الان خیلی، من همیشه میگم جوان الان 100 برابر از ما باهوشترن. ما خیلی خنگ بودیم بابا، سنگ و چوب نمیدونم میذاریم تو سر و کله هم دیگه اصلا. این چیزا حالیم. الان من تیک تاک رو میگم باز میکنم پشمام میریزه به خاطر اینکه از خلاقیت ویدیوهایی که میسازن، ادیتینگ که میکنن، نمیدونم ایده‌هایی که دارن پشتش، موزیکایی که درست میکنن، مشاپایی که میکنن، اصلا انقدر خلاقیت هست توش که هم جوون همه تینیجر، اصلا میگم خیلی خیلی جالبه برام واقعا. هم باهوشن، واقعا باهوشن. داشتی میگفتی از اون ایدیال کلن کریرم؟ آره انگلیسی میخونم، فارسی هم میخونم، الان هم که فعلا دارم روی یه آلبومی کار میکنم که اولین آلبومیه که اگه که تموم بشه میاد بیرون از من، و این آلبوم هم توش انگلیسی هست هم توش فارسی هست. اما خب دوست داشتم همیشه که اینترنشنال بتونم کار بکنم و بتونم توی میوزیک اندستری دنیا بتونم کار کنم، و قطعا خب باید انگلیسی بخونم اگه میخوام این کار بکنم. و همیشه از پلا خیلی کوچیک که بودم، ادل رو که خیلی دوست داشتم بچه بودم، عاشق کنسرت رویال آلبرت هال این ادل بودم من، و توی ذهنم یکی از بزرگترین مثلا مومنت های زندگیم که قشنگ وقتی بهش فکر میکنم گوس بامز میگیرم، این صحنه و استیج رویال آلبرت هاله که چقدر زیباست و چقدر باشکوهه. و کلن ستیج، چون من مثلا چون تا حالا جای دیگه ای نبودم، اجرا نکردم خارج از ایران، و حالا اجرایی که کردم اینجا یا خیلی یواشکی بوده یا توی کافه بوده یا اجرای خصوصی بوده یا مثلا ورکشاپ هایی بوده که خودم گذاشتم، به نظر من واقعا بزرگترین لذت واسه یه خواننده و یه موزیسین اینه که بتونه اجرا بکنه، بتونه روی ستیج باشه، بتونه که آدینسش رو ببینه، و اون واقعا لذتیه که من الان مثلا ندارم، یا کسایی که ایرانن الان این لذت رو ندارن، نمیتونن، البته دخترها حالا نمیتونن داشته باشن. و این چیزیه که من دوست دارم همه چی سوشال مدیا نباشه، یعنی دوست دارم انگار حتی مثلا 20% قضیه سوشال مدیا باشه و 80% دیگه‌اش real life باشه، تور باشه، کنسرت باشه، کامیونیکیت با آدما باشه. چون من کلا آدمیم که خیلی خیلی دوست دارم با همه کامیونیکیت کنم، دوست دارم قشنگ با کسایی که موزیکامو گوش میکنن، مثلا هر روز من دایرکت مسیجامو چک میکنم، ایمیلامو چک میکنم، کلی انرژی میگیرم. و خلاصه که یکی از بیگ دریمام اونه، و کلا هم دوست دارم که با موزیکی که میسازم، دقیقاً همون حرفی که داشتیم میزدیم، بتونم روی آدما تاثیر بذارم، تاثیر خوب بذارم، و باعث بشم که اون آدم یه ذره بیشتر فکر کنه با خودش و نه صرفا موزیکی که گوش بکنه و بعدم مثلا بره بعدی و بعد باز دوباره بره بعدی. و خیلی خیلی دوست دارم تاثیر گذار باشه کاری که انجام میدم. آره. و یه چیز سومی هم که هست، ما خیلی کم مخصوصا خواننده دختر اینترنشنال نداریم تقریبا، خیلی مثلا کسی داریم ها، ولی مثلا کسایی که خیلی خیلی اکتیو باشن، خیلی کار کرده باشن، و اون مثلا توی خب اکتینگ و توی کلا سینما و اینا خب خیلی مطرح هست ایران توی دنیا باز بیشتر، و هست مثلا اسقر فرهادی رو داریم، گلشیفته رو داریم، یارو که چیزا خونده داریم، Don't you know me. Don't you oh why don't you want me اصلا شم نمیدونم چه یادم don't think وای من چقدر هرس خوردم. من واقعا اون موقع که این اومد بیرون، نه من اینو شیر کردم و کلی خودم رو کنترل کردم که من نرم یوتیوب این ویدیو این آدم رو باز کنم، چون اگه خب باز کنی اون ویو میخوره براش. آره دیگه، بقیه من فکرم stop making idiots famous، همینه قضیه. دقیقا. و همش مثلا همم هی اینجوری بودن که stop making idiots famous فلان فلان، و من اینجوری بودم که stop talking about her، یعنی قشنگ. و من فکر میکنم که اون آدم اسمش هم نمیدونم، ولی الناز بود فکر کنم اسمش، که فکر کنم اون آدم قشنگ
ما فکر میکنیم که اون نمیدونه که چجوری بگه think، ولی اون کاملا میدونه به نظر من، و هدفش قشنگ این میدونسته چی کار باید بکنه که مردم بهش گوش بدن، چی کار کنه که سوژه بشه. I really think it's like that. واقعا همچیزی فکر میکنی؟ خیلی لول هوش بالا از همتون آدم میخواد که همچین نمیدونم والا، اون دیگه خودش میدونه. ببین من اصلا میگم یه جایی مثلا خودم همچه درگیر هستم که میگم بابا مسخره نکن مردم، بذار کارشون بکنه، ولی یه سری اصلا دیگه واقعا انقدر زاین اصلا میدونی و they want us to make fun. آره انگار میخوام، ولی مسئله که من دارم اینه که با ارزش کار بقیه‌مون که با ما داریم یه عمر دهن خودمون رو صاف میکنیم، کارو خوب تولید کنیم، کارو خوب بدیم بیرون، ولی اونا همیشه شنیده میشن و دیده میشن دیگه. میدونی خیلی عجیب غریب، مثلا من خودم هم همیشه توی حاشیه بودم، من چه آدم نه سلبریتی نه معروف چیزی نبودم، ولی همیشه با خیلی کارت کانسیستنت کار خودمو انجام میدم، یه فن بیس دیوونه خلوچل خودمو داشتم برام. و مثلا این پادکست خیلی جا پادکست خب چندی میلیون بار استریم شده و خیلی‌ها شنیدن و فلان و اینا، این مثلا بحثی داشتیم زودتر میکردیم که مثلا خیلی بودن که اصلا موزیک منو دوست نداشتن و هنوزم دوست ندارن، فقط پادکست رو گوش، ولی یه سری بودن که به خاطر شناختی که از من پیدا کردن از طریق این پادکست به موزیکم علاقه بیشتری پیدا کردن، یعنی میگن او الان دارم با یه دید دیگه‌ای به موزیکت نگاه میکنم چون تو رو بهتر میشناسم. میدونی اینم خب به خاطر اینکه من هیچ وقت آدمی نبودم که تو سوشال میدیا آدم زرنگی باشم یا بلد باشم، مثلا من هر چقدر که لخت و راحتم پشت میکروفون توی این پادکست، برام خیلی سخته جلوی دوربین یا سوشال میدیا بخوام ادا اطوار در بیارم یا فیلم بسازم یا فلان کنم و اینا، اون یه ذره خب برای من یه ذره سخت‌تره، پیرم شدم حال و سلام ندارم اصلا. آره و ولی میگم مثلا من یادم موقعی که مای اسپیس بود، نه تو فکرم 5-6 سالت بود، آره ما مثلا 500,000 تا مثلا فالوور رو مای اسپیس داشتیم یه موقعی، مثلا خب اون موقع خیلی بود برای مثلا بنده. آره ولی بعد نیم هک کردن و دلیتش کردن و فلان شد، ولی از همون اولش هم میگم این سوشال میدیا همه ما توی اون دوره چیزش بودیم، انفنسیش بودیم و آزمون خطا. الان مثلا بچه‌ها دیگه میگم همونجوری که داریم میگیم تو تیک تاک خیلی زرنگ‌تر و خلاق‌ترن، توی همین برنامه‌ها که سلف پروموشن و اینا هم خیلی اصلا میدونی خیلی راحت ترن دیگه، ترسی کسی نداره، همه جا میرن همه جا پروموت میکنن و فلان و قشنگ راهش رو پیدا میکنن، میدونن چی جوری الگوریتمش چیکار باید بکنن. مثلا من رو تیک تاک داشتم دیروز یکی رو نگاه میکردم داشت صحبت میکرد، میگفتش که I gained 4 million followers in 4 months. Imagine them, wow. That takes a lifetime. Not like a lifetime, but it takes it longer than 4 months, you know? آره. مثلا اینجوری بود که یعنی واقعا اینقدر سریع روند پیشرفت اون آدم مثلا طی شده و رسیده به اون چیزی که میخواد in 4 months. ببین آره یه چیزی که هستش، خب ببین یه سری این فرمولای وایرال شدن، ببین مثلا چند نکته جالب بگم، مثلا آهنگی هستش تو تیک تاک که 400 میلیون بار پلی شده، خب ولی اون 15 ثانیه‌اش اصلا بقیه آهنگ کسی نمیشناسه چجوریه، اصلا اون 15 ثانیه کورس یه آهنگی 500 میلیون بار فکر کنم پلی شده و خیلی خب میرن فرمول، میدونی یه جوری هی هر روز میگه قبلا مثلا ما آهنگ میساختیم، من یادم اون موقع پرودوسر رو مثلا منیجر نام گفت آقا مثلا ما آهنگامون خیلی طولانی بود دوره مثلا 6 7 دقیقه اینا، گفت نه رادیو بیشتر از 3 دقیقه و 20 ثانیه پلی نمیکنه با تو این کوان با گفت اوکی حالا کوتاه کن، بعد انقدر این قضیه داره کوتاه‌تر میشه که الان مردم میگه من فقط باید یه کاری کنم یه 15 ثانیه از موزیکم وایرال بشه توی تیک تاک و من معروف شم بهتر کنم و خودمون بکشونم بالا، حالا دیگه بعدش چی بشه مهم نیست، چون من تو این لحظه هر هفته داستانه میشم دیگه، یه آدمی از تیک تاک معروف میشه با یه تبلیغ میگیره یا پولی میگیره یه داستانه میشه و این میشه گل خیلی از آدما، بخاطر میبینن که این فرمول تنها فرمولی که احساس میکنن که امکان داره. و من اینم نمیخوام بگم نقد کنم بگم این بده، ولی این اون واقعیتی که الان امروز وجود داره و یعنی مردم بچه‌ها صبور نیستن الان دیگه، یعنی مثلا 15 ثانیه اول اگر که تونستی آدمو اون آدم آدینستو سرگرم بکنی کردی، اگه نتونستی you lost it، یعنی دیگه تموم شد دیگه. آره اصلا میگم با مثلا فرمی میدادن پرودوسرها و منیجرها و لیبل ها و ایجنت، با من گفتم مثلا گفتم اگه 7 ثانیه اول مثلا آدینس مثلا هوک نشه یه هوک نباشه تو موزیکت تمومه میرم، بعد مثلا کلی دیتا و ساینس میگم، بعد من خیلی هم دعوا میشد باهاش و همین گفتم بابا این دیتا و ساینس رو جلو من نیاری، من اصلا خورد میشه، من تو دلم مینویسم هر چی شد شد به تو خواهم اگه کسی گوش نداد اصلا، ولی همیشه هم من دعوا بود سر این موضوع که هی با دیتا یا کسی بخواد فرمولایی مثلا درست کنن که آقا من دختر میارم خوشگل
با این فالت و این لباس برقصه و یه پسر خوشتیپ از اون تحت داره فلان میکنه و بعدش ببینیم تمام هدف ها برای اینی که فقط اون چیزی رو سرو کنه که این به یه نقطه معروف تری برسه. یعنی هدف ها بیشتر وقتا این نیستش که من با این پیغام این ویدیو مثلا میخوام یه نقطه رو برسونم که خیلی مهمتر از موزیکه. و اون دلم برای اون یه ذره تنگ میشه. اون مثلا من خودم الان مثلا موزیک ویدیوهای 90s از همه چیز بیشتر دوست داشتم، چون واقعا هر کدومش اون موقع بودجه زیاد داشتن، رکورد لیبل خیلی خرج میکردن، هر کدومش یه فیلم کوتاه برای خودش و داستانایی که داره. آره و قشنگ وقت گذاشتن روش، انرژی گذاشتن، کاملا مشخصه. و مثلا من الان موزیکایی که مثلا میسازیم، مثلا یه کار من دارم سینگل ترک اسمش میره است که دو سال خورده پیش ریلیز شد. این کار 6 دقیقه است، 6 دقیقه یا 6 دقیقه و 30 ثانیه حدودا اینطورا اگه اشتباه نکنم. و موقعی که من این کارو می‌خواستم ریلیز کنم تو رادیو جوان، قشنگ یادمه که هم مثلا دوستام هم از سمت رادیو جوان به من میگفتن که این موزیک خیلی طولانیه، مثلا گوش نمی‌کنن آدم ها، مثلا پارت کچیش مثلا تا برسه خیلی مثلا میگذره از موزیک. و قشنگ من خیلی انرژی مثلا گرفته شد سر این قضیه و حالا 2 سال پیش اون اتفاق افتاد. الان اینجوریم که من موزیکایی که میسازم و کسی که برام تنظیم میکنه، دوست پسرم تنظیم میکنه، مهیار مثلا اینجوریه که باید کوتاهش کنیم. یعنی مثلا یه چیزی مینویسیم 5 دقیقه، میگیم باقی 1 دقیقه باید کمترش کنیم. یا مثلا تنظیم که میکنیم مثلا 30 دقیقه اول موزیک شروع نمیشه وکال، از اون سمت مثلا باز دوباره مثلا ویدیوگرافر من به من میگه که نه این کارو نکن، موزیک و وکال زودتر بیار تو که بیشتر آدینس جذب شه. و خب اینا میدونی خیلی بعضی موقع واقعا واسه اون کسی که داره موزیکو با دل و جونش میسازه و یه حرفی داره اون تو میزنه، اون 30 ثانیه اولش اگه خالیه یا اگر که اینسترومنته، واقعا it needs to be there میدونی، و اذیت کننده است. داره گفتی دوست رو سرداری، نصف هم بیست رو دست دادی، تمام شد. نه دارم شوخی میکنم. ماشاءالله همه دوستای من چند تا گفته بودم مثلا تو کامیونیتی دارم مثلا میپرسن بچه ها مثلا مهمون های بعدیم کیان و اینا، اولین سال دوست رو سرداره یا نداره؟ نه I'm actually very public about it. یعنی قشنگ on my social media and on my Instagram I have quite lots of photos with them. نوش جون حالشو بر امیدوارم که همیشه هم خوب و با انرژی خوب و طرف هم میگم خنده داره مردم هم چیز اولین سوالشون. آره بار کار یارو رو گوش کن ببین چی کاره هستش، ببین اصلا خوبه. میتونم قشنگ من I have like I get daily questions about my boyfriend and about like my relationship. People like sending me photos of us together and like, is he your brother? Is he your boyfriend? Is he your dad? I'm like, how? What is happening? Just خب این پس آهنگسازیاتو گفتی مهیار میکنه بیشترشو؟ آره همه رو. تو خودت هم ولی ساز میزنی تا اونجا که یادمه؟ آره آره من ساز میزنم، پیانو، یوکللله، یکم هم گیتار، ولی خب من تنظیم نمیدونم. یعنی ایدیاهاشو مثلا یه موقعی میدم به مهیار، مثلا میگم دلم میخواد مثلا پترنش اینجوری باشه یا چلو باشه یا مثلا الان این شکلی باشه، ولی تنظیم همش اونه و he's amazing. یعنی واقعا من مثلا یه سری کاورها انجام دادم از بد بروی ماکانه اشباری که اون کاور رو اون موزیک رو نمیدونم خود موزیک اصلی رو گوش کردی یا نه. اسمش چیه اصلی؟ بعد برو. آره آره گوش دادم. آره و اونو ما من خواستم که بخونم و مهیار تنظیم مجدد رو اون انجام داد که من وقتی که شنیدمش، چون مثلا نمیذاره من گوش کنم، بعد که تموم شد میگه مثلا بیا گوش کن، وقتی من شنیدمش واقعا I was shocked. قشنگ یعنی تغییر میده، واقعا تنظیم مجدد میکنه و یه چیز دیگه میسازه به کل و خیلی خوبه. واقعا من I'm grateful for the fact that I have my boyfriend and my boyfriend is also my composer and my producer. خیلی خوبه. It's fun. خیلی آره. اون رابطه‌ای که آدم با یه پارتنرش انجام میده به نظر من، برای منم یعنی چند بار که پیش اومده، خیلی خیلی یه باند خیلی قویه که از توش با تمام بالا پایناش یه چیز زیبایی همیشه میاد بیرون. آره. تو بعد با چه اسمی خوانندگی می‌کنی؟ یعنی اسم گروه داری اسم خودته؟ نه نه اسم خودم اما. یعنی مهیارم خودش میخونه هیچ وقت روی ترک ها یا نه؟ اون یا نه فقط پرودوس میکنه؟ تا الان نخونده بود، ولی نمیشه گفت خوندن، ولی یه نریشنی داره روی یه کاری که ما الان رکورد کردیم. اتفاقا من دارم فردا، پس فردا دارم میرم ویدیو بگیرم براش و اونجا خونده، ولی معمولا نه نمیخونه.
ببینم بعد مثلا پلان تو ریلیز کردن تو چه جوریه؟ تو معمولا سینگل اینا کار میکنی یا ای پی کار میکنی یا آلبوم؟ چون اونم خیلی داینامیکش فرق کرده تو دنیای امروز. قدیما خب آلبوم و فلان و اینا، الان دیگه کلا یه مدل دیگه وجود داره. دقیقا همین مسئله سرگرم کردن و اینکه مثلا میگی آدما خیلی گوش نمیدن و مثلا آلبوم و اینا الان خیلی کمتر شده، ولی خب به نظر من آلبوم واقعا it's necessary قشنگ for a resume for like اصلا آلبوم یه حس زندگی داره توش، یه حس ستوری داره، خیلی جذابتر باحالتره. ولی من الان فعلا سینگل ترک داشتم فارسی و انگلیسی، اما پلانم اینه که حالا میگم یا یه آلبوم که داریم روش کار میکنیم یا ای پی، نمیدونم دقیقا بشه آلبوم یا نشه، چون من خیلی صبرم کمه و همش دوست دارم که زودتر کارامو ریلیز کنم. همین ایده ای پی آلبوم هم از مهیار بود، چون من گفتم کارا رو سینگل ترک بدیم بیرون، ولی اون گفتش که نه مثلا نکن دیگه، بذار مثلا ای پی بشه کامل و اینا. آره اگر که بتونیم اینو برسونیمش به یه آلبوم، حالا یکم زمان میبره مثلا فکر کنم چند ماه دیگه، ولی I'm excited for it. پیش بینی دینه که تو ایران چند سال دیگه که بخره زنا بتونن تو پابلیک بخونن، اگه بخوای عدد حدس بزنی؟ پابلیک منظورش اینه که بدون آره صدای کنسر. مرد و بدون همراهی صدای آره دیگه. مرد دیگه سولو. آره من منظورم اینه که انقلاب اینا بشه، منظورم که کلان این که این فکر بخواه آزاد بشه اینا. بکنم مثلا 30 سال دیگه. 30 سال دیگه؟ نه بابا واقعا من فکر میکنم تو 5 سال 10 سال آینده این دیگه باید این قضیه حل بشه. آره باید بشه، ولی من فکر میکنم که what it takes is for everything to just fall apart و همه چی قشنگ از اول این اتفاق بیفته، چون یه سری چیزا مثلا صدای زن و مثلا فکر نمی‌کنم به همین راحتی بشه فقط یهو مثلا یه روز بلند شیم و بگن که مثلا اوکی صدای زن الان آزاده تو ایران. یعنی فکر کنم خیلی خیلی بیشتر از این حرفا سر و صدا ایجاد میکنه و اصلا همین فقط خودش یه رولوشنه واسه خودش. آره و چقدر هی چقدر ما خواننده‌های زن خفن داریم که صداشون شنیده نمیشه تو دنیا به خاطر این موضوع، و هم مجبورن خب همه خیلی دیگه بیشتر رو بیارن به سوشال میدیا و اینجوری با خودشون رو پروموت کنن. اصلا من خیلی دوست دارم که مثلا یکی از دوستام که خیلی خواننده خفنی هم هست و بیشتر از یکی، خیلی از دوستایی که دختر دارم اینجوریان که ما صبر میکنیم و میمونیم ایران تا وقتی که صدای زن آزاد بشه، و من همش اینجوریام که سخته میدونی تو این راه واقعا وقتی دختر باشی و بخوای بخونی و بترسی، من که خودم دارم میرم ولی افسرده میشه آدم، و من فکر میکنم از یه جایی به بعد تو نیاز داری که اولا که درآمد داشته باشی که نداری، کنسرت بذاری که نمیتونی، میترسی every day when you wake up you're like is someone gonna arrest me today or tomorrow blah blah blah. مثلا میخوام کارام بذارم ویدیوام رادیو جوان RJTV پخشه، میترسم و واقعا به نظرم این آدم رو مثلا ناامید میکنه، کاملا ناامید میکنه منو. یعنی من اگر که بخوام به این قضیه فکر کنم که بمونم و حتی خیلی کم کار بدم بیرون و اکتیو باشم، فکر میکنم بیشتر از 6 ماه نتونم دووم بیارم و کلا خوانندگی رو میذارم کنار. آره من اینو کاملا درک میکنم این حس رو، بخاطر اینکه خود منم تو ایران یه جورایی که سل اوت کرده بودم، اومده بودم اونجا داشتم کار میکردم، با اینکه مثلا پول خوب در میوردم و مثلا معروف بودم و فلان اینا، ولی خودم عنوان آرتیست فکر میکنم خیلی داشتم به خودم دروغ میگفتم و خیلی داشتم هی خایمالی این سیستم آشغال اونجا رو میکردم که فقط به همین مجوز بدن که بتونم برم روی استیج و به یه جایی رسیدم واقعا آخرش که واقعا دلم الان تو همچین موقعیتم هستم، خیلی هم راضی‌تر و خوشحال‌ترم، یعنی واقعا یک ذره اقراق نمی‌کنم که من حاضرم جلوی 10 نفر فن واقعیم بزنم تا بیام هر شب جلوی 5000 نفر ولی با ادای یک دیگر رو در بیارم. یعنی خودم بودن دیگه برام مهمترین چیز توی زندگی. یعنی من همیشه کمبیش آدمی بودم که هیچ وقت تعارف با خودم نداشتم، ولی خب درک میکردم وقتی موقعیت‌های خب پول لازم داشتم یا میخواستم رو استیج برم، مجبورم یه ذره انعطاف پذیری داشته باشم که یعنی خیلی هم الان دارن تو ایران، خیلی بچه‌ها و همه رفیقای من که الان همشون توی مثلا مجوز کار میکنن تو ایران اصلا. آره ولی واقعا سخته، من ترجیح میدم دیگه واقعا این تو راه خودم برم جلو موفق بشم چی کس بخورم تا ولی بعد این وقتی دارم میگم اینم اتفاق میخواستم با دمروی صحبت کنم، اگه میخوام به یه جوونی هم چون بچه جوون خیلی از من همیشه نصیحت میخوان چیکار کنم، میگم آقا واقعا
اول اینکه میگم اگه کسی باشه که واقعا دنبال این هدف و آرمان داری میری که یک هنرمند بشی، تو خودت راهش رو پیدا میکنی، تو خود یه سوراخی میکنی و که برسی به اون چیز هدف نهایی. من خودم یادم، من همه آدمای معروفی هم که دیدم و باهاشون حرف زدم در مورد این موضوع، هیچ مثلا خیلی ها مثلا میگن رام مثلا این موزیک منو گوش کن، یا نظرت چیه، یا نقد کن، یا مثلا تو گیتار چی خریدی، یا برم مثلا کجا چیکار کنم. میگم ببین من خب معلم نیستم، مثلا یکی هست که خب مثلا تو معلم صدا میری پیش اون، پول میدی، میری سر کلاسش و یاد میگیری که چیز کاملا به درد بخوریه. ولی مثلا من خود من مثلا با یوتیوب صدامو گرم میکنم، یا مثلا میخوام یه چیزی یاد بگیرم میرم یوتیوب میکنم، یا میرم نوتاشو دانلود میکنم. یعنی وای نمیستم کسی دیگه برای من تکلیف بکنه. نباید دنبال بهونه بگردادم. منم اول از یوتیوب اصلا شروع میکردم، گرم میکردم صدامو، و مثلا الان همه به من، مثلا من کلاسامو میگم که این مثلا شرایط کلاسامو میگم، یا مثلا راجع به اینکه خودم چی کار کردم و چجوری شروع کردم صحبت میکنم، همیشه همه قور میزنن که نمیدونم مثلا شرایط مالیش نیست، فلان نیست، مثلا نمیتونیم. و من واقعا اینجوریم که واقعا من خودم شاید از بیرون اینجوری به نظر نیاد، ولی من از سخت ترین شرایط ممکن شروع کردم، و منم دقیقا خودم فهمیدم که باید چی کار کنم. از یوتیوب شروع کردم و پیدا کردم همین برت منینگ رو، من از توی یوتیوب پیدا کردم، باش کانکت شدم، بهش ایمیل زدم، باش صحبت کردم. و میدونی پیدا میکنه آدم خودش راهشو اگه بخواد واقعا پیدا میکنه. آره، چون من همیشه میگم آقا نیازی نیستش که من چیزی رو تایید کنم، نیازی نیستش که یکی دیگه بیاد بگه آقا کارت خوبه. تو دل خود باید برای کارت خوب باشه. و انقدر من همیشه میگم تو باید انقدر کارت خوب باشه که بدونی که تو برای من بفرستی یه جوری به گوشم برسه، و من میگم واو این چقدر خفنه، من با تماس بگیرم از این آدم تشکر کنم برای این کار. دقیقاً I agree with that. اگر اینجوری به گوش من رسید تو خیلی کارت خفنه، و اگه خودت برای من بفرستی کار رو تو، خب من بگم آ ای ول اینش بد نیست، اونش خوبه، اینش فلانه، مشکلی نیست، میتونم نقد کنم اینا مثلا. ولی خب اون چیزی که آدم میخواد به نظرم باید با خودش تعارف نکنه، اون توهمی که به من، یه چیزی که هستش اینه که هیچ وقت با خودم دروغ نمیگم. اگه بدونم که کارم واقعا شعروور آشغال به درد نمیخوره، قشنگ خودم میدونم. همین الانم تو رپرتوارم به نظرم 90% کارام تخمی هست، ولی به این معنی که بد باشن نه، منظورم اینه که یعنی اون چیزی که من میدونم میتونم باشم، واقعا دارم هر روز توش بهتر میشم. و الان به یه جایی رسیدم توی آهنگسازیم که وقتی که میسازم انقدر راضیم از تک تک آهنگام که وقتی که میدم بیرون دیگه هیچ پشیمونی نیستش توش که وای اینو کاش که اون کارو میکردم این کارو کردم. الان به اون حد اعتماد به نفس رسیدم تو زندگی آرتیستیکم که میدونم که آقا این کاری که میکنم این دقیقاً چیزی که تو ذهنم میشتم، و بخوام همینطوری هم باشه، اصلا برام مهم نیست که دیگه چی فکر میکنه. و این... مورد علاقه ترین کارت از خودت چیه؟ ببین مثلا من یه آهنگی دارم که خب من اگه باشم حدس میزنم لست واس، ولی نه بابا لست واس اینا نیست. معمولا اون کاری که از من محبوب تره، کار فیوریت خودم. نه من خودم آهنگایی مثلا خود دارم مثلا بیرون ندادم که اونا رو خیلی دوست دارم، یا آهنگ دارم اسم Chasing Shadows که اینو بالاخره میدم بیرون تو این آلبوم، بعد اینکه واقعا یه بیشتر آهنگایی که تو زندگیم دوست دارم که ساختم انگلیسی هم هستش اتفاقا. اینو قبلا اجرا میکردم لایف یه جایی، ولی بالاخره حالا تو این آلبوم جدیدم داریم بیرون، اونو خیلی دوست دارم. ایوه چه خفن. یه آهنگ دیگه دارم به اسم فارسی به اسم نرسیدن، Never Reaching. این آهنگو خیلی دوست دارم چون اصلا تصویر و شعر و موزیک و ایناش یه چیزیه که برام تو اون حالت اون جایی که بودم که رو نوشتم. ولی at the end of the day بیشتر آهنگی که خودم تا الان فکر میکنم که تأثیر گذارترین موزیکم باشه، شاید بعضی بگن Last Falls یا Checkerty، ولی برای من اما تو نیستی بود که برای پدرم خوندم. آره. یعنی اون موزیک ته ایموشن و تو تک تک نوتا و شعر و ویدیو همه چیش، یعنی 100% میدونی تمام It's all me. میدونی خب Last Falls Checkerty همکار داشتم، آدمای دیگه بودن که با هم کمک کردن نوشتیم، یا شعر و یا موزیک و یا هرچی، این همه چیش خودم بودم میدونی، یعنی تای وجود من و یا خداوزی با پدرم. و این موزیک رو دیدم که خیلی دیگه برای خیلی هم خداوزی شده، یعنی خیلی دیگه از اما تو نیستی، من دوستایی دارم و آدمایی دیدم که برام فرستادن ویدیوهایی که از خانواده خودشون یکی عزیزی رو از دست میدن با این ویدیو میسازن. یه حالتی آهنگ یه رکویم توری شده برای خیلی ها وقتی که باید دست میدم، و این برای من خیلی
این خیلی یه حس خیلی خوبی داره که بقیه هم منم دقیقاً یه همچین کاری دارم. اولین کاری که من اولین چیزی که من به فارسی خوندم و نشستم پشت پیانوم و سعی کردم که به فارسی بخونم، یادمه خیلی خیلی یهو و اصلا نمیدونم از کجا شروع کردم به بداهه خوندن و موزیک میره رو ساختم که گفتم عقبتر گفتم که 2 سال خورده پیش ریلیز شد. من پدرم 4 سال سرطان داشت و من وقتی که 14 سالم بود پدرم رو از دست دادم و موزیکی که نوشتم میره دقیقا برای پدرم نوشتم و چه موقعی نوشتنش، چه موقعی استودیو رکورد کردنش، چه موقعی ویدیو گرفتن برای اون کار و بعد از اون هر بار که گوشش کردم یا هر بار که کسی به قول خودت برام ویدیو فرستاد از مثلا اتفاقایی که براش با موزیک افتاده، اشک ریختم و گریه کردم و به نظر منم دقیقا اون کار من پیورترین و خالصترین کاریه که نوشتم و دقیقا به خاطر بابام بود دیگه. بابات هم سپورت میکرد کارت و دوست داشتش که موزیک میخوندی و اینا؟ To be honest نه خیلی. خواهر برادرم داری یا نه خودتی فقط؟ نه خودم هم فقط تک فرزندم. الان با مامان چه جوریه مثلا؟ اون سپورتیف هستش؟ آره خیلی. 16 سالم بود مامانم گفت برو واسه خود زندگی کن و من I was shocked. I'm like what؟ یادمه که مثلا من 16 سالگیم درس میدادم و پول در می آوردم خودم و اینا و به مامانم گفتم که من میخوام برم مثلا تهران و مثلا تابستونا میمدم اینجا وسط مثلا سکول و اینا. بعد گفتم که من برم تهران زندگی کنم، خیلی به شوخی هم یادمه گفتم، گفتش که برو. گفتم اوکی ریلی؟ گفتش که آره برو، تو که خودت داری پول در میاری، خودت هم داری زندگی میکنی، مدرسه‌تو غیر حضوری کن و برو. و منم همون کار کردم، یعنی من 2 سال آخر دبیرستانم و تقریبا سال آخر که دیگه کاملا غیر حضوری بودم و تهران بودم و اومدم تنها زندگی کردم و درس دادم و it was a whole new life that I'm sorry چه خفن. That I never experienced before. از این سن تنها پای خود تو ایران به عنوان زن و تینیجر like so many different layers of complications که به نظر آدم میاد که سخت باشه، چجوری همین رو overcome کردی؟ یعنی برای تو اون انگیزه و اون چیز از کجا اومد؟ اون حالا کله خری نمیخوام بگم، چون برای شجاعتی میخواستش که آدم این آره. یه تنها پاشه بره جای دیگه توی این سن. خیلی خوش شانس بودم فکر میکنم و خیلی آدمای درستی سر راه هم قرار گرفتن و با آدمای درستی کانکت شدم. یعنی اصلا از وقتی که اومدم محیا رو شناختم و یه سری دوست و آشنا پیدا کردم که خیلی به من کمک کردن تو مسیرم. همخونه داشتم که همخونم خیلی مریم، اسمش مریم بوربور، که و به من زندگی کردن رو یاد داد، اصلا زندگی کردن تنها، چون من با مامانم زندگی کردم و I was a kid, I didn't know what to do و وقتی اومدم قشنگ از صفر به من یاد داد این آدم و کلن میخواستم دیگه. یعنی من از وقتی که یادم میاد دوست داشتم که استقلال داشته باشم، دوست داشتم که برم واسه خودم زندگی کنم، پشم برم یه کشور دیگه بدون هیچی ترافل کنم، برم چیزای ناشناخته رو بشناسم، چه میدونم، خیلی خیلی کلا دوست داشتم و هستم اینجوری آدم رهایی باشم. یعنی خیلی و تا الانم این شکلی بودم، همش یه جا نبودم و همش هی در حال جابجایی و این ور اون ور و سفر و اتفاقای هیجان انگیز و کلا از یه چیزی که خیلی متنفرم اینه که زندگیم روتین بشه و حتی یه موقعی مثلا قبلا، حالا الان سعی می‌کنم اینجوری نباشه، انقدر این قضیه بد بود که مثلا من یه روزم اگر که یکم عادی میگذشت و مثلا هیچ کاری نمی‌کردم وسواس می‌گرفتم و اینجوری بودم که چرا هیچی نشد امروز، یا مثلا I feel useless, I should be doing something today or something positive مثلا. و یاد آره، جوانی خلاصی... خودم میندازی منو واقعا. برای داستانی منو نمیم چقدر شنیدی تو این پادکست، یعنی منم دقیقا یه همچین لایف استایل داشتم دیگه از بچگیم، همش تو ادونچر و شکوندن روتین و تابو و تمام این افکار و قانونایی که برای ما ست کردن از بچگی و این باعث شد که بتونم برم بیرون دنیا رو تجربه کنم بیشتر و بیشتر. ولی معلومه بابا به نظر خودم بهترین زندگی داشتم با همه بالا پایینایی که داشتم و سختیایی که داشتم و واقعا I wouldn't trade it with anything in the world. Yeah I agree. تو الان ببینم مثلا خب توی این مثلا الان میگم با دارم این حرفا رو میزنم به میگی اصلا کف میگم، چون 1% در مورد تو این چیزا رو فکر نمی‌کردم. همینقدر جوان باشی، همینقدر ادونچرست و نمیدونم
انگار مثلا چیم بقول آمریکا میگن you have a good head on your shoulders، یعنی با آرامشی که تو صدات هست و کنترلی که داری روی روحیت و نظر من خیلی قابل احترامه. و ببینم مثلا کاری هم برای این میکنی یا نه، مثلا یعنی مدیتیت میکنی یا هلثی لایف استایل داری یا نه، مثلا خیلی شیطنت میکنی یا چجوری همینجوری برات نچرالی میاد یا روش کار میکنی روی این تسلطی که داری روی خودت؟ خیلی من خیلی مامانم از بچگی کلا، my mom is my number one supporter, inspiration in life, everything, and I owe everything I have to her. و واقعا از بچگی خیلی خیلی با من صحبت میکرد، خیلی دوست من بود و فاصله سنی با من خیلی کمه. My mom is 40 years old and she is very very young و خیلی مثلا با من همیشه رفیق بود و به هم مثلا خیلی همه چیزا رو گفته و به من مثلا یاد داده که همیشه مثلا باش یوگا کنم. کلی منو با موزیکای خوب آشنا کرده از بچگی، مثلا سلین دیانو مثلا مامانم کلا برام میذاش گوش میکردم و بعد مثلا کلی بهش مثلا علاقه من شدم و اینسپایر شدم ازش و اینا. و نمیشه گفت مثلا اینجوری هم که هلثی لایف استایل و اینا داشته باشم، ولی I do meditate, I do yoga, a lot of yoga و خیلی سعی میکنم به خودم هر روز یادآوری کنم که چرا اینجام، چی کار دارم میکنم. و خیلی کلیشه به نظر میاد ولی واقعا من at the end of the day I always count the things I'm thankful for even if there aren't any like big things. ولی I always at the end of the day I do that and I try to be thankful for whatever I have because my mom always tells me if you're not thankful nothing's gonna get better but if you are thankful for whatever you have things are gonna get better. and it's یه جورایی مثلا قانون جذب که هرچی بهتر باشی پازیتیو تر باشی بیشتر میاد سمتت. یه همچین چیزایی. چه باحال، چه مامان باحالی داری. منم مامان تمسنیم شت. شماره منو به مامانت میدی؟ Yes, sure. من بهش گفتم تو پادکست گوش بده. خیلی برام جالبه که مثلا اون چی فکر میکنه در مورد همین حرفا و چرت و پرت. آره حتما بهش میگم گوش کنه. آره. چی می‌خواستم بهت بگم؟ یه چیز خیلی مهم این که خیلی از بچه‌ها ببین الان چیزی که من گفتی تو خب خیلی دوست دارم الان به بچه‌ای که دارن اینو گوش میکنن چون خیلی جوانای دیگه اینو گوش میکنن این پادکست رو و خب این آدم وقتی که جوونو داره سعی میکنه دنبال هدفی بره، اصلا منظور من فقط آرتیستیک هم نیست، چه تو راه پول در آوردن، مهندس شدن، دکتر، وکیل، موزیسین، فرقی نداره. یه ترسی هستش بعضی وقتا تو دل بچه ها که از خودشون بکنن و برن دنبال اون چیزی که دوست دارن. الان تو شاید بهتر درک کنی نسل خودتو، چیزایی که تو سرشون میگذره. شاید اون حرفایی که من میزنم این آقا جونایی که نشستن توی ایوون دارن برای خودشون سیگار میکشن و غر میزنن به دنیا. اگه بخوای با این بچه ها مثلا معمولا حتی به شاگردای خودت مثلا چجوری اونا رو انسپایر میکنی یا چه نصیحت و چه پیشنهادایی داری که بچه ها بتونن این شجاعتی که تو هم داشتی که بکنی و پای خودت وایسی و زندگی تو بکنی؟ میدونم حالا شاید مثلا خیلی سوال احمقانه و خیلی بزرگی باشه. نه I always think about that. آره دوست دارم که ببینم تو سر تو در مورد اینجور مسائل چی میگذره. به نظر من اولا که واقعا مهمه که خیلی موقع آدم پیش میاد که یهو انقدر مثلا درگیر زندگی روزمره و روتینش میشه که واقعا یادش میره هدف اصلیش و چیزی که واقعا بهش علاقه داره چیه. و یه موقع هستش که نه، آدم اونو پیدا میکنه و مثلا من مثلا 14 ساله میگم که اوکی من مثلا دوست دارم که آواز بخونم، من مثلا 18 ساله میگم که من میخوام که این هدفمو دنبال کنم ولی میترسم. چرا؟ چون همه چی برام ناشناخته است، چون نمیدونم که بیرون از کشور من، مخصوصا واسه ایرانیا و واسه نوجوانای ایرانی کلا این قضیه خب بیشتر هم هست دیگه، everything's unknown, everything's خیلی سخت تره، خیلی خیلی سخت تره. و وقتی که مثلا خدافظی میکنه اون فرد، وقتی که من خدافظی میکنم I'm saying goodbye to Iran for probably like 10 years 20 years I don't know، من وقتی که اینجا رو بذارم برم دیگه تمومه و دیگه نمیتونم برگردم و دیگه جرأتش هم ندارم برگردم. ولی اصلا اینو بذاریم کنار، همه چی ناشناخته است برای ما و به نظر من تا نریم تو دل داستان و نریم و تجربه نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته و در نهایت حسرتش رو میخوری. و من کاملا میدونم که حسرت خوردن چه حسی داره، not in that sense ولی I do. و به نظر من یکی از بدترین حساس که مثلا یهو
30 سالت بشه، حتی 20 سالت بشه و بگی چرا 15 سالم بود اون کار نکردم، چرا مهاجرت نکردم، چون میترسیدم، چون نمیدونستم چیه. و به نظر من اون لحظه باید با خودت بگی که yes I don't know، میدونی نمیدونم چی قراره بشه، ولی تا قدم اولو بر ندارم که اصلا نمیدونم به کجا قراره برسه. و حتی اگه قدم اولو برداشتم و فیل شدم، it's okay. Okay, I try again if I want to, and if I don't. اما ایده صدا داره قطع و وصل میشه. صدا دیزاره قطع و وصل شد. این آخرش. صدا ما الان داریم. الان دارم. یه بار دیگه اون تیکه آخرش رو میگی. چی داشتم میگفتم؟ که میگم باید اون. چی داشتم میگفتم که قطع شد؟ همون که باید شجاعت اینو داشته باشی که بکنی و. آره. باید شجاعت اینو داشته باشی که بکنی و بری و. تا قدم اولو برنداری نمیدونی که چه اتفاقی قراره بیفته، ولی اگر که قدم اولو برداری everything's gonna be okay. Of course you're gonna fail، ولی وقتی که فیل میشی اون موقع دوباره آره، شکست خوردن خیلی مهمه تو این قضیه. آدم باید کلی شکست بخوره به نظر من، تو پوستت انقدر کلوف بشه. من الان میگم یه جایی هم که واقعا یعنی هیچ چیز، یعنی تو بدترین فوش خارمادر، بدترین نقد، بدترین قور، هر چی بزنی هیچ چیزی نیستش که واقعا بتونه زیر پوستم بره. یعنی به یه جایی رسیدم تو زندگیم که من اینجوری واقعا من تو بودم جوری نبودم، خیلی آدم عقده و ایگوتیستیکال و احمقی بودم واقعا، خیلی کرد اصلا باورم نمیشه، اصلا به خودم فکر میکنم بعضی وقتا میگم واقعا چقدر دیوونه، چقدر مغرور بودم و چقدر فکرهای احمقانه‌ای داشتم توی اون سن و سال. و میگم شماها ماشاءالله خیلی از ما جلوتر و زرنگ‌ترین. که سوال بعدی من اتفاقا در مورد همین موضوعی که میخوام بدونم که اینم به معنی بدی نگیری و منظورم این نیستش، ولی هنوز تو اکامپلیشمنت بزرگی نداشتی، میدونی منظورم چیه؟ مثلا یه آلبومی که خیلی بهتر کنه و خیلی تاثیر گذار باشه. تو از روی سوشل میدیا خیلی مطرح شدی، درسته؟ و میخوام این طرز فکر، چون خب معلومه تو آرت، معلومه که تو خواننده، خب معلومه آرتیست خوب و خفنی هستی، ولی هنوز مثلا همیشه این بحث هم مثلا با آدم های دیگه که میشینیم صحبت میکنیم، با آرتیست دیگه حرف میزنم، میدونی اون فاصله ای که مثلا تو برای برنامه نقشه میریزی و هی بلند بلند با همه در موردش حرف میزنی، تو همین پروسه حرف زدن تو شروع میکنه اون هیجان و اون هورمونا ترشح شدن کم کم و انقدر در موردش حرف میزنی که چاق دیگه انجام نمیدی، چون تو حتی حرف زدن در موردش یه قسمتی از اون تیکهی که میخواستی این کار رو انجام بدی ارضا میکنه و هیچ وقت به هدفت نمیرسی. چون مثلا به عنوان مثال تو الان کلی فالوور داری تو اینستاگرام، انقدر عشق و انقدر ویو، انقدر سپورت، ولی از اون ورم خب که خیلی هم حال میده دیگه، خیلی خوبه این ساپورت و این توجه هستش، ولی هیچا فکر میکنی که یه کراچ هم میتونه باشه، یعنی یه اکسپیکتیشن و توقع رو چون این میبره بالاتر دیگه، الان تو انقدر فالوور داری و انقدر خوبی و فلان، باید حتما یه کار خیلی خفنی هم بدی بیرون. این فشار و این فیم و این اتنشن رو چجوری باش دیل میکنی؟ یعنی میخوام به این نقطه برسم. ببین البته اینجوری هم نیستش که کاری که خودم داده باشم نه، ولی یکی دو تا از کاورهایی که کردم it actually got viral and یعنی به نظر خودم شاید accomplishment خیلی بزرگی نباشه، ولی مثلا بعد برو 1,500,000 بار شنیده شده و it's okay to me. یعنی با خودم وقتی که نه اصلا شکی توی اون نیست، اینا موفقه، منظورم یه کاریه که بالاخره کار خود اماه، خلق creation مثلا میره، میدونی اون توی تو اون اشل، منظور من اینه، وگرنه اونم همینطور. آره اونم همینطور، ولی منظورم اینه که چجوری بگم، اون اکامپلیشمنت رو تقسیم بندی کردم تو ذهنم و میگم همون سعی میکنم که گمش نکنم خیلی و صرفا اینجوری نباشه که اوکی الان که مثلا آدم ها به من گوش میدن و چه کاور بخونم، چه ستوری بذارم، چه پست بذارم، چه عکس بذارم، they like me or they follow me، اینجوری نباشه که بگم اوکی it's good و دیگه بشینم خونم و کاری نکنم. نه، فکر میکنم هر روز و اینایی که میگم و انجامش دارم میدم و اتفاقا خودم هم به این قضیه خیلی خیلی باور دارم که یه کاریو که دارم میکنم و تقریبا تا جایی که کامل نشده نگم، که spoil نشه، که خراب نشه، که یهو مثلا وسطش اتفاقی نیفته، ولی این چیزایی که معمولا الان گفتم و انجامش دادم و تا یه جای خیلی خوبی رسوندمش و
اتفاقا به نظرم الان که مثلا بگمش یا موقع درست اگه بگمش اتفاقا خوبم هست. و آره دیگه، خلاصه که سخته واقعا. اولش هم اول صحبتمون هم داشتم میگفتم که واقعا یه موقعی سخته که نمیدونی کدوم سمت باید بری، یا با این که فکر میکنی همه اون شخصیت خودتو به عنوان یه آرتیست ساختی، ولی بازم حس میکنی که یهو یه موقع مثلا نری یه سمتی که نباید بری یا یه کاری نکنی که نباید بکنی. و همون مثلا اینستاگرامه یا سوشل میدیاه، I think about it daily و همش دلم میخواد که میدونی کاور کردن کلا برای من یه بخش خیلی لذت بخشی از خوندنم بوده. و به خاطر اینکه خیلی هم خفنه اصلا، اگه نایدین بریم ببینین حتما کاورای اما. میگم ببینید شکی توی کارت نیستش اصلا، there's no denying you're great at what you do, you're on the right path، همینا درسته. میگم فقط میگم دیل کردم با این پرشری که همین الان اوردی این همه فالوور گوش هست. من خودم مثلا میدونی همیشه فکر میکنم برای من یه بلسینگی این دیسگایز بود که خیلی معروف نشدم و الان مثلا کم کم داره مثلا معروف‌تر میشم، حالا چه به خاطر پادکست چه به خاطر داستانای دیگه یا هر چی. برای من یه جور نعمتی بوده، چون فکر میکنم اون موقعی که آدم خیلی انی بودم و مغرور بودم و توی چیزای خیلی آتشخالی غرق بودم، کاملا خودم رو گم میکردم. و میگم برای من همیشه این کنجکاوی هستش برای بچهای جوان تینیجر که یهو این همه آدم دارن به تو نگاه میکنن، حالا به عنوان الگو، به عنوان یه هیرو، به عنوان قهرمان یا خواننده محبوب یا فلان، یه پرشر بالاخره. آدم نمیتونه انکار کنه، میگه آه نه چیزی نیستش، 200 هزار نفر منو نگاه میکنن و فالو میکنن، بالاخره یه فشاری هستش. یعنی دوستش هم میگم بیشتر در مورد این آره حرف بزنیم، مخصوصا که من تویترم و چند وقت پیش، من از 2015-2016 تویتر داشتم و به خاطر یه سری کارا که بعد انجام میدادم رفتم تویترم دوباره ریاکتیویت کردم و یه ذره اومدم توش فعالیت کنم و اینا. یه دونه کاور از علی عظیمی که خونده بودم و اونجا شیر کردم و it got viral in a very bad way. فکر کنم مثلا 300 هزار بار ویو خورد و همه داشتن منو فوش و بد و بیرا میدادن. اصلا اصلا اون که توییتر باید اینجوری باشه، تخمت باشه توییتر، اصلا نیمش آدم وحشی عصبی اونجا. اصلا نمیدونستم که اینجوریه. چه شاتو باید با بلیچ بسوزونی هر از گاهی میری توی توییتر واقعا اونجا خیلی دیوونه. اصلا اون صبح بلند شدم دیدم، صبح از خواب بیدار مثلا چیز کردم، چون فالوور چیزی هم نداشتم، مثلا فالووری نداشتم روی توییتر و گذاشتم و صبح بلند شدم دیدم او مای گاد مثلا 4000 نفر اینو ریتوییت کردن و من اینجوری بودم که اول اینجوری بودم چه خفن چه خوب، بعد باز کردم دیدم همه دارن. چرا مثلا هر کی که بلوند و پول داره، هر دختری که بلوند و پول داره الان آواز میخونه، نمیدونم اصلا یه چیزایی که خودم مثلا نگاه میکردم اینجوری بودم که why how. خیلی احمقانه است این قضاوت سطحی که در مورد حالا ظاهر یا طبقه فلان. واقعا هنر رو نقد کن، میدونی خود موزیک رو نقد کن، یا اگه نظر اصلا من که اصلا نظر نه. من میگم تو عمرم پابلیکلی در مورد موزیک کسی دیگه هیچ نظری ندادم. واقعا اگه دوست دارم گوش میکنم، اگه دوست ندارم گوش نمیدم. خیلی ساده است برای واقعا من. بهترین کار رو میکنی و اینو هیچ وقت فکر نمیکنم تقریبا بیشتر ایرانی ها متوجهش بشن. و اصلا نقد کردن رو یاد نگرفتیم ما. یعنی واقعا این که من بیام یه آرتیست و یه موزیسین و یه اثر هنری رو من بیام نقد کنم، اینجوری اصلا یاد نگرفتیم که چیکار باید بکنیم. و صرفا یا اینجوریه که اوکی فوش داریم میدیم به آدمه، یا از همینه دیگه فقط. یعنی it's with insult, always with insult. من همیشه میگم این قضیه که آدما باید یکی دیگر رو بیارن پایین، این خودش از یه کمبودی میاد، این از یه نیاز به یه توجهی از یه طریقیه. این آدم اون روز با نمیم با زنش دعوا شده، یا با بچهش دعوا شده، یا معلمش ریده بهش، یا تو اتوبوسی رد شده گل پاشیده تو صورتش. این مجموعه تنفر و عصبانیت رو که توی آدم ها جمع میشن یه جوری میان میزنه بیرون توی توییتر، میدونی و اونجا مردم خیلی خودشون میریزن بیرون. و خب ما مجموعه تراماهایی که توی این 40 سالم تو ایران داشتیم زیاد بوده. همه تو نکن چقدر تنفر هست، یعنی تو همه اقشار جامعه. حالا همه دور میگن رام جنرالایز نکن، گایدین منو به خدا جنرالایز نمیکنم، بالاخره خودتونم میدونید. یعنی تو برو توی خیابون، بیا تو ونکوور، برو راه، برو مردم نکن همه چی لبخند زدن، برو توی متروی ایران بشین ببین چقدر همه لبخند زدن. یعنی دیگه به واضحه به چش خودمون همه میدونیم. یعنی حرف علکی که نمیزنم. چند روز پیش من
یکی نمیدونم برام فرستاده بود یا سرچ کردم توی گوگل که saddest city in the world و خیلی رندوم تهران آورد، یعنی اونجا تایتل تهران آورد و من یه استوری گذاشتم و راجع به این صحبت کردم کلی با آدما و اینا و حالا خیلی هم گفتن وبسایت الکیه مثلا یا امکان نداره، حالا منم واقعا به این باور دارم که مثلا سد ترین و ناراحت ترین شهر دنیا تهران نیست، ولی واقعا فکر کنم جزو خیلی غمگین ترین شهرهای دنیا الان مخصوصا در حال حاضر و مثلا این 10 سال 20 سال اخیر که واقعا به قول تو میری تو مثلا یه مترو ایران واقعا مثلا تو شهر همه چی خاکستریه، همه چی تیره است، مردم واقعا کوچیکترین چیزی و واسه خوشحالی مثلا فوتبال پیدا میکنن کلی خوشحال میشن، کلی مثلا یه لحظه مثلا پرت میشن از اون همه مثلا بدبختی که توی زندگیشون دارن، ولی واقعا it's really a disaster right now اینجا. و من همین سال این پادکست و بچه‌هایی که با من در ارتباط اومدن و نمی کامیونیتی دیسکوردی که دارم، همه آدمایی که وصل شدن به من، میدونی اصلا شدت غم و ناراحتی و آیسولیشن و اینایی که بوده انقدر زیاد بوده، ولی بچه ها اومدن دور من و این یعنی به همدیگه دور همدیگه اومدیم، همه نشستیم یه جا به هم، همه وصل شدن و رفیق پیدا کردن، آشنا پیدا کردن و خیلی کانکت شدن اینجوری و این خیلی به من حال میده که این پادکست من یه حالت خیلی دسپریشن و تنهایی و دیپریشن و خودم اینو شروع کردم و تبدیل شد به یه چیزی و یه کامیونیتی که دور و برش خیلی اتفاقای مثبتی داره میفته و این خیلی بهم حال میده وقتی میبینم که این تاثیر مثبت. همین امروز مثلا با یکی داشتم حرف میزنم بهم مسیج گذاشته بود که میخواست خودکشی کنه و خب دیدم من سریع سوال کردم، باش سوال کردم و حرف زدن که آقا میگم حالا بعضیا میدونن میگن که آقا اینا فقط جلب توجه میخوان هر چی، ولی میگم حتی من بتونم یه نفرم بتونم یه روز بیشتر جونش رو نجات بدم یه کار خوبی کردم با یه توجه یه ذره کوچیک کردم، به جای اینکه برم توییتر انرژیم بذارم با یه سری آدم بی خود بحث و درگیری ایجاد کنم، من انرژیمو سر اینجور چیزا میذارم و سعی میکنم اینجوری اینجوری برگردونم اون انرژی که همون تو جوونیم از دنیا گرفتم و یه جوری اینجوری پس بدم. That's true. آره. موافقم کاملا. توی برنامه‌های خودتو به غیر از موزیک مثلا اکتینگ یا پادکستینگ یا اینجور ایده هم داری یا نه؟ یعنی فعلا فقط فوکست میخواد روی موزیک باشه؟ خیلی چیزای زیادی توی ذهنم دارم، ولی دونه دونه و دلم میخواد مثلا موزیک رو به یه جای استیبلی برسونمش و بعد برم سراغ چیزای دیگه. مخصوصا مثلا من عاشق دیزاین کردن و لباس و اینجور چیزا هم، I love it و اونو خیلی دوست دارم یه روزی اگه که وقت شد برم سمتش و دنبالش بکنم. آره اینو فعلا خیلی تو ذهنم دارم. پادکستم I would love to ولی اصلا روش فکر نکردم و دوست دارم که اگه قرار استارتش رو بزنم یا یه کاری بکنم واقعا یه چیز خفنی بشه و واقعا بتونم فکر شده ببرم جلو دیگه. یعنی واقعا الان اگر که برم سراغ یه چیز بزرگ دیگه، چون واقعا الان مثلا حتی همین پادکستی که تو داری واقعا یه خیلی پیچیده است، خیلی بزرگه، خیلی انرژی میبره و it takes a lot of time a lot of effort و مثلا اون برای من مثلا باعث میشه که یه ذره حواسم پرت شه و شاخه به شاخه بشم و میدونی خیلی حس میکنم اگه قراره مثلا الان یه آلبوم بدم باید قشنگ فول تایم فوکسمو بذارم رو این قضیه. آره. آره. ببین من یه سوال از همه میپرسم معمولا آخر برنامه، اونم اینه که یه چیزی اعتراف کن که تا حالا به هیچ کسی نگفتی، حداقل یه جای عمومی نگفتی هیچ وقت، و میتونه چیز خیلی مسخره و خنده‌دار باشه، میتونه خیلی دارک و عجیب غریب باشه، ولی اگه چیزی هست تو ذهنت بذار یه ذره فکر کنم. یا مثلا گیلتی پلژرت توی موزیک یا نمیدونم یه چیزی که تا حالا هیچ guilty جاید... pleasure I always sing a lot of خزاخیل songs. I listen to them, I sing them. قشنگ عوضش میکنم واسه خودم، میخونم حال میکنم. این که فکر کنم نمیدونم شاید هم نباید میگفتم. نبا چرا نبا بگی مهم نیستش. آره نه من اصلا من قدیما خب خیلی این تو این فاز بچه باحالی و آقا هر کی موزیک اینجوری که گوش بکنه آدم تخمی جوادی، من خب از اون آدم احمق اونجوری بودم تو بچگیام،
و الان خیلی اوکی ام. اصلا برای مهم نیست کسی که چی گوش میکنه، برای مهمه که فقط با من میدونی آدم اون احترام و اون چیز اون صمیمیت و اون وجه مشترک میتونه هزار تا چیز دیگه باشه، حالا تو موزیک نباشه. من خیلی دوستای صمیمی خودم اصلا نه موزیکمو گوش میکنن نه پادکستمو، حتی اونا خب آمریکاییان یه سریاشون خوب نمیفهمن، ولی حتی ایرانیام که مثلا خیلی دوستای قدیمیام واقعا میگم نه ولی با هم بهترین دوستیم و در همه چیز حرف میزنیم، ولی دنیامون هم خیلی فرق داره با هم دیگه. آره آره. اعتراف میتونه هر اعترافی باشه، هر چیزی اصلا میتونه بیام، میتونه احمقانه باشه که مثلا بگو. خیلی احمقانه نیست، ولی من واقعا حاضرم که صدامو و خوانندگیمو به کل بدم ولی بتونم که بابامو دوباره تو زندگیم داشته باشم. واو خیلی دیپ بود. آره نمیکردم هم چیزی بگی. No, I really do. Because I didn't get to share that much time with him and I didn't get to know him that much. I was really, really little when I lost him. I don't want to make it deep or anything, ولی کلن واقعا حتی با رفتنش یه اصلا زندگی منو اصلا عجیب شد، عوض شد و آره. خلاصه اگه الان با مامان بابا دعوت شده، شما کسایی که دارین گوش میکنید یا هی قور میزنید که بابا دهنم صاف، برین بغلشون کنین، برین همین الان بغلشون کنین. واقعا هر کی دوست اصلا واقعا به نظر من اون حسرتی که داشتم میگفتم واقعا این حسرت نبودن حالا برای من مثلا بابامه و بده واقعا، یعنی واقعا تا چیزی رو از دست ندی ارزشش رو و قدرش رو نمیدونی انگار. و به نظر من حداقل حتی اگه که الان دارین اینو گوش میدین، بری مثلا بابا تو بغل کنی، مامان تو بغل کنی، دوست تو، یا اگر ناراحتی بری بابا مثلا ببخشی. آره خوشگی یکی بیاد و درست کنه قضیه رو، خودت برو و حلش کن. آره اون قدم اول رو وردارین، اتفاقی نمیفته بری معذرت بخوای. اصلا من خودم مثلا اولین همیشه میام سریعتر همینجا جمع کنم، ما میگم من گوه خورم، اصلا همینجا تقصیر من، بیا همه چی خوب باشه. حالا اصلا انرژی منفی و انرژی بد ندارم اصلا. آره منم همینم. اما خیلی حال داد با حرف زدم امروز، دمت گرم. خیلی خیلی you made my night and it was so lovely talking to you. خیلی خوش گذشت و خیلی همچنانم هم میگم واقعا پادکستات یکی از خفن ترین پادکستایی که من شنیدم و I love it. دمت گرم. حالا این ور دنیا اومدی یه تیم با هم دیگه فیتم بدیم که خیلی حال میده. اصلا دیگه old generation and new generation. نه it would be so great. خیلی واقعا. آره آره دمت گرم. به مامانم سلام برسون و به مهیار. حتما و اگه پروژه هم چیزی هم داری بخوای الان پروموت کنی و بچه ها بگی، همون توی فعلا توییتر و اینستاگرام فعلا بیان دنبالت. آره. که ببینن اخبار. آره. بعدی چیه؟ اینستاگرام و توییتر، بیشتر اینستاگرام، همون یوزرنیم iWeirdo iWeirdo. آره خیلی هم خوب. یکی از آهنگ خودم برام بفرست، شاید همین میره رو پلی کنم مثلا بعد از این پادکست برام بفرست. آره میره میفرستم برات حتما. برو بگی بخواب. شب بخیر. روز خوبی داشته باشی. Thank you for having me. چاکس. این رو
چیه؟